صبح زیبای همه شما هموطنان عزیز ما باز هم به خیر باشه همه شما خوش آمدین به ساعت سوم برنامه و در این ساعت هم داشته های خیلی عالی داریم که تقدیم شما عزیزان می کنیم پس خدا کنم ما را تنها نگذارین و تا ساعت ده بیننده ساعت سوم برنامه هم باشین پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خیلی زیبا می فرمایند که وفا به عهد و کسی که به عهد خود وفا نکنه در حقیقت دین نداره پس از اینجا ما خیلی مفهوم بلند و والای میتونیم کسب بکنیم که کسایی که در حقیقت به وعده خود وفا نمی کنن خیلی مثل کسایی هستن که اصلا دین ندارن و بیشتر هم بالای وعده های خود نظر به دلایل مختلف نمیتونن که پابند باشن و به با وعده خود عمل بکنن در این قسمت از برنامه هم میخوایم که صحبت های خود بیشتر ادامه بدیم در رابطه با وفا به عهد با مهمان خیلی عزیز و گرامی که با ما هستند بانو صالح الرحین آگاه امور دینی بسیار خوش آمده این صبح شما بخیر بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود خدمت شما و همه همکاران ناید گران قدر شما و تمام بینندگان عزیزی که از طریق برنامه زیبای صبح و زندگی ما تماشا میکنن امید که این روز به خوبی و خوشی آغاز کرده باشیم و با همچنان تمام عبادات و طاعات همه عزیزان در این ایام متبرک مورد قبول خداوند واقع شده باشد. سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه داریم با یکی از موضوعات خیلی مهم و ارزنده وفا به عهد و یا هم وفا به وعده که ما انجام میدیم ابتدا چه خوب است که بالای واژه وفا به عهد صحبت بکنین که در حقیقت معنای این واژه چی هست بسیار خوب موضوعی که در بافت بافت اجتماعی و اخلاقی مطرح بحث است وفای به عهد وقتی دو واجی واجه هستند که میان پعلو یک دیگر قرار میگیرن و عبارت وفای به عهد میسازن هر دوی ای واجه یک بستر و مفهوم و وسیع داره خود وفا در کل به معنی اتمام و ختم یک مسئله است یک مسئله ای که ما انجام میدیم و او به ختم می و ختم باعث میشه که اون مسئله دیگر بر ما ختم شده باشه و یک ختم مثبت و یک ختم عالی داشته باشه از جمله فضایل اخلاقی است و از جمله عالی ترین و کاربردی ترین آموزه های دین, مبین اسلام هم میتونیم بحث وفار در نظر بگیریم در کل وقتی می این بحث وفا رو مطرح کنیم در پلوی وفا ما عهد داریم و عهد به معنی قول از وعده است قرار است و قراردادهایی است که بین انسان ها در امور زندگی و روابط اجتماعی منعقد میشه و همچنین ارتباط اجتماعی بین افراد رو ایجاد میکنه وقتی ای دو وجه کنان یک دیگر اتقام میشن عبارت به نام وفا عهد وفای به عهد میسازن وفا به عهد یکی از جمله مسائل اساسی و مهم است که هم در عباد اجتماعی مطرح بحث است و هم در اوزه دینی مطرح است در ابعاد اجتماعی وقتی می بحث جامعه بشری میشه بر خود جامعه بشری برای قوام و دوام هرچی بیشتر نیاز به اکسسلا قوانین داره نیاز به اکسسلا مجموعه های قوانینی که بیان ایجاد کننده نظم و دیسپلین باشن در یک جامعه باعث شن تمام روابط تمام ارتباطات افراد به صورت مثبت و به صورت سیستماتیک اینها در پهلوی یکدیگر ایجاد کنن و همچنان بتونن نقش رنگ مثبت و رنگ بح. کارا کارا بودن رو از اینا این قوانین در زندگی روزمره افراد بیشتر به شکل مدون بوده و در پلوی ازی که مدون هستند قوانین تصفیب شده هستن قوانین هستند که هم با صورت قو... کتب الهی و ادیان الهی وجود داره و همین که ساخته دست بشر هستند. در پلوی ای قوانین ما قوانین فطری داریم قوانینی هستن بسوار. که در نهاد افراد وجود دارن در نهاد آدمی وجود دارن و فطرتاً آدم ملزم به برای رعایت برا این قوانین میسازن و در صورتی که فرد انسان و یا کسی که ملزم است که این قوانین باید رعایت کنه و از این قوانین سرپیچی میکنه و یا که تخطی در جریان ای قوانین ایجاد میکنه طبیعتاً حیات خود که تو هم با آرامش هسته به مخاطره می‌اندازه. و این مسئله اساسی ترین بحث است که ما میاییم وقتی بحث قوانین مطرح می‌کنیم چه قوانینی که ما و چه قوانینی که اصلا روی این مسئله تاکید بیشتر دارن که بتونه انسان در محیطی که زندگی میکنه صاحب یک آرامش باشه وقتی بحث وفای بعد در اوزه دینی میایم مطرح میکنیم دین مقدس اسلام همون که همه ما شما بهتر به آن میدانیم که کامل ترین دین آسمانی است و تمام جوانب زندگی بشر در روز آخرت و همچنان دنیا مورد بس قرار داده و از طرف دیگر اکمال ترین دین و اتمام ترین دین در اوزه اخلاق بشری مطرح میشه وقتی در اوزه دین مطرح میکنیم مسئله بزرگ و اساسی روی بحث وفا به عهد است که در آیات متبرک و تعالی ذکر شده در احادیث زیادی روی از تاکید صورت گرفته است و در زندگی بشری از لحاظ دینی اگر بیایم مطرح کنیم مهمترین تعودی که یک انسان در زندگی خود میپذیره تعهد در مقابل خداوند است انسان تعهداتی در مقابل خداوند میپذیره و این تعهدات بعضی تعهدات و از چگونه بودن ای تعداد در مقابل خداوند در قرآن کریم از او سخن به میان آمده است خداوند بزرگ میآید روابط خود با انسان در روی زمین مبنی بر ای قرار میده که باید مکلف است انسانی که در روی زمین است و بر ما ایمان داره و بر ما باور و عقیده داره بح... مکلف به عبادت و طاعت ما است و باید پهریز کنه از عبودیت و طاعت شیطان بسیار علی موارد مهم را شما بیان کردین و از جمله از قوانین هم یاد کردین بح... که انسان ها به اساس همین قوانینی که برشون ایجاد شده و با استفاده از کتاب های آسمانی که بر انسان ها نازل شده انسان تلاش به این میکنه که پابند باشه و وعده هایی که بیشتر میته بر افراد دیگه به او وعده ها بتانه که عمل بکنه ولی با وجود از این هم بعض از انسان هایی وجود داره که ایمان دارن باور دارن ولی بان هم به با عهد و پیمان خود وفا نمی کنن از نظر شما دلیلش در چه است؟ میخوام جواب سوال شما با آیه مبارکه اه، اه، بدون که خداوند کریم در قرآن کریم کریم به وضاحت میفرمایی یا ایوال لذین آمن و اوف و بل ای کسانی که ایمان آوردین و فاکنین به پیمان هایتان وقتی آی مبارکه با چنین سراعتی میایی برای کسانی که میگه شما ایمان آوردین شما باور دارین به خدا به پیامبران به کتب و رسول زو به دنیا و آخرت به آخرت وقتی ایمان دارین پس بران شما باید مساله این است که وفا کنین به عهد خدا وفا به پیمان متاسفانه چنین چیزی وجود داره ما افرادی داریم که در ظاهر خود با ایمان جلبه میدن در ظاهر خود با تقوا جلبه میدن ولی وقتی در عمل اونها رو میبینیم میبینیم که هیچ نوه وفای به عهد نداره حتی کسایی که وفا به عهد نمیکنن در زمانه یک اصلا هستن که اینها دینی ندارن پیمبر بزرگوار سراحتا بیان میکنه میگه کسی که وفا به عهد خود نمیکنه دین نداره منظور از این حدیث مبارک ای هست که تمام این ارتباطاتی که انسان میتونه با خدای خود مستقیم و محکم کنه در بود عبادات مطرح میشه و وقتی در بود عبادات فرد تعودی که میسپاره در مقابل خداوند به او عمل نکنه طبیعتا او دینی نداره چون تمام عبادتی که ما میکنیم تمام بندگی که ما در مقابل خداوند انجام میدیم و تمام اونم خالصان عبادت هایی که ما در تمام ایام انجام میدیم این مربوط به دین میشه و فردی که اعتقادی نداشته باشه و فردی که عهدی با خود در مقابل خداوند نبنده و فردی که به عهدی که میبنده پای نباشه پس بنان او دینی نداره در پهلوی از حدیث مبارک دیگری است که پیامبر بزرگوار نفرمایان سه چیز است که اگر ترک از او شود جایز نداره یعنی در ترک کردن از او هیچ نوع بحث جواز و جایز بودن مطرح نیست اولی این است که نیکی به پدر و مادر چی مسلمان باشه چی کافر باشه بعد میاد مسئله دومه مطرح میکنه وفای به عهد در مقابل مسلمان باشه یا کافر و در آخر میگه ادای امانت در مقابل مسلمان باشه یا کافر در این حدیث متبرک تعالا میتونیم ببینیم که به صورت واضح ببینیم که پیامبر بزرگوار به صراحت بیان میکنه که شما مکلف هستین وفای به عهد کنین چی شما او تعهد خدا و یا عهد خدا در مقابل مسلمان بسته کرده باشین چی در مقابل کافر بسته کرده باشین بس چی خود. در مقابل دوست باشه و چی در مقابل دشمن خیلی عالی بانو رهین بین در تا به اقسام عهد و پیمان صحبت بکنین که به صورت عموم چند نوع عهد و پیمان وجود در کل در بحث وفا به حد ما میتونیم در دو اوزه مطرح بحث کنیم یکی در اوزه فردی است و دیگر در اوزه اجتماعی است اوزه اجتماعی از لحاظ دینی و تاکیداتی که دین داره بیشتر و مهمتر و حساس تر است در اجتماع حتی دین تاکید بر این داره که وقتی سود و زیان اجتماع مطرح میشه پس بنان اوزه فردی دیگر در نظر نمی آید بلکه بیشتر تاکید بر اوزه اجتماعی است ولی با آن هم اگه بخوایم واضح تر بیان کنیم ما میتونیم که پیمان و عهد در سه مرحله متفاوت در نظر داشته باشیم عهد و پیمان است که با خدا داریم به این معنی است که در عبادت و تاعت ما خدا با خدا عهد میبندیم که ما عبادت و تاعت طور میکنیم وقتی عهد با خداوند بسته کردیم یا حتی مشکلات صد راه ما قرار میگیره و برای از که مشکلات ما حل شه با خدای خود رازو و نیاز میکنیم نظر بر گردن خود میگیریم دینی بر شانه خود میگذاریم که در صورت حل, حل مشکل ما ما این مسئله عبادت و تاعت خداوند در انجام بدیم اینچه تععد در مقابل خداوند واجب است و انسانی که فردی که مسلمانی که تععد میسباره در, در مقابل خداوند مکلف است که او باید انجام بده هیچ نوع عضر به و همچنان توجیه قابل پذیرش نیه در باد بعدی عهد فرد در مقابل مردم است در تمام قراردادها در تمام روابط اجتماعی در تمام ارتباطاتی که یک انسان در بین جامعه میتونه داشته باشه بحث عهد با مردم مطرح بحث میشه در یه قسمت هم اگر عهدی میبنده در مقابل مردم مکلف است و بر او لازم است که باید به عهد خود وفا کنه یعنی هیچ نوع در مقابل خود تعهد و یا وفای به هیچ نوع توجید از لازم دینی و از لازم اخلاقی مورد پذیرش نیسته در مرحله بعدی وفا در مقابل یا تعود در مقابل خیشتن است به این معنی است که در خودسازی فرد تعود و یا عهد مطرح میشه عهدی که در خودسازی مطرح میشه از طریق تکامل صفات نیک و احمال صالحه میباشه یعنی فرد میتونه این همی که در مقابل خود انجام میده مثلا اینکه من تا حالا اگر گناهی کرده بودم و اگر خطایی کرده بودم زین بعد این خطاها رو انجام نمیدم زین بعد این راه منفیر نمیرم وقتی با خود تعهد میبنده در این صورت است که اقدام میکنه و یا قدم میگذاره در راهی که در اون احمال صالحه و نیک وجود داره این ها ای که موضوعات هستن که ما میتونیم در پرتو اقسام و انواع تعاود در نظر بگیریم و همهشون مورد بحث است و همهشون اهمیت فوق از لحاظ اخلاقی و از لحاظ دینی که ما هم ما در هشتم ماه مبارک رمضان هستیم و امروز هم, هم قرار است که روز هشتم این ماه مبارک را روزه بگیریم بیاین در رابطه به عهد و پیمان در ماه مبارک رمضان بر ما معلومات بتین که کسایی که بیشتر وعده خلافی میکنند کسایی که بیشتر عهد شکنی میکنن چگونه باید از ماه مبارک رمضان درس بگیرن و از این فرصت خوب استفاده بکنن وقتی بس وفا به عهد شد تا حالا چیزهایی که گفتیم یک موضوع, موضوع اساسی دیگر این است که چگونه وفا به عهد ایجاد میشن طبیعتا وفا و عهد با ایمان راستینی که فرد داشته باشه ایجاد میشه و در پهلوی ایمان راستین بتونم مسئله مهم و اساسی دیگری که هست بهره از عقل است یک انسانی که سالم است یک انسانی که صاحب عقل است یک انسانی که اشرف المخلوقات است وقتی می از عقل خود به نحو احسن استفاده نمیکنه و از او بهره پیدا نمیکنه طبیعتا مشکلات زیاد صد رو از اون میتونه قرار داشته باشه شخصی که وفا به عهد میکنه شامل آل مواردی میشه که مورد مستحق پاداش تیلایی میگرده حتی خداوند بزرگ بر از پاداش تیلایی خود مطرح میکنه. میکنه کسی که وفا به عهد میکنه از خوبترین و عزیزترین بندگان ما میباشه در برعکس این مسئله مسئله عهدشکنی مطرح است کسایی که عهدشکن هستند کسایی هستند که سست ایمان هستند کسایی هستند که اهل تقوا نیستند کسایی هستند که اهل خرد نیستند کسانی هستند که پاداش الهی برشان مطرح نیست کسانی هستند که کسب رضای خداوند برشان مطرح نیست بر این اساس است که عهدشکنی پیشه خود قرار میده و فردی که عهدشکن است از لحاظ دید قرآنی و ای که خداوند تاکید داشته این است که اولین ضربه که فرد عهد شکن میزنه بر میزنه به این معنی است که وقتی فرد میایه عهد شکنی میکنه اولین ضربه به خود میزنه جایگاه اجتماعی خود به تزلزل مورد بی اعتمادی جامعه قرار میگیره و اگر عهدی میبنده و به او عهد میایه پایبند نمی باشه در مقابل عهد خود توجیهات عذر و امتا اتا بانه های میه اینها مورد قبول نیه باعث ایجاد میشه به میشه پیامبر بزرگوار میفرمایند کسایی که بی استن افرادی که اعتماد با اونا خیشابندی و دوستی نکنید وقتی چنین سرعت زیبا و معقولی وجود داره یعنی که آنقدر وفا به عهد اهمیت داره که حتی سلی رحمت میتونه قطع کنه که میگه شما این نوع خیشاوندی و یا دوستی با دقیقا. افرادی که عهد شکن هستن نداشته در این زمین همه مامالی علیه السلام میفرماین که دونشت. کسی که وعده خود را عمل نمیکنه حتی بالای دوستیش هم اعتماد نکنین که این هم نشان میده که بالای فرد که وعده خود را عمل نمیکنه هم بالای دوستیش هم اصلا اعتبار وجود دونشت. نداره بدون شک بنا عظمت وفا به عهد ما میتونیم در ماه مبارک رمضان ببینیم سوال که شما عرض کردین در ماه مبارک رمضان امان طور که میدانین می, می ماه مکتب مکتب است که در او تسکیه نفس وجود داره در او خودسازی وجود داره اصلاح سازی وجود داره وقتی بحث خودسازی و اصلاح سازی در حوزه فردی و در حوزه انسانی مطرح میشه بدون شک باید تمام اینی موضوعات هم مطرح بحث اینی قوانینی که باعث میشه انسان بر او تعهد داشته باشه وقتی ما می در ماه مبارک رمضان تعهد که تمام گناهان و تمام خلاف یا خطاهایی که قبل از ماه مبارک رمضان یا در فاصله ماه مبارک رمضان قبلی تا این ماه مبارک رمضان انجام دادید دیگر انجام نمیدیم و این تعهد در مقابل خود میسپاریم و تعهد بر خداوند خود میسپاریم که ما با عبادت و طاعت تو و ما با تمام اوامر که تو بر فرض گردانیدی و بر ما واجب گردانیدی و ما میام با او, او اوامر اطاعت کنم این تعهد ایجاد میکنم و باید به تعاد خود پایبند باشم چون وقت ماه قرار داریم که بهترین فرصت و عالی ترین فرصت برای این است که انسان نفس خود را کنترل کنه بتونه نفس خود تربیه تربیت کنه بتونه تمام شرارت هایی که در وجود انسان وجود داره اینها رو محو کنه بنا این نمی یک تعهد بزرگی است که ما میتونیم در ماه مبارک داشته باشیم بهترین و ارزنده ترین مسئله این است که این نمی ما در ماه مبارک رمضان با خود و خدای خود میبندیم که به تمام اوامر اطاعت میکنیم و به تمام اوامر پایبند هستیم این دوامدار داشته باشیم نه اینکه مختص باشه در ماه مبارک رمضان نه اینکه ما همین مار فقط یک فرصتی داشته باشیم بعد از دوباره پس اونمو مسئله قبلی و اونمو بحث هایی که ما همیشه داشتیم و هیچ نوع تغییری بر ما ایجاد نشد چون تمام آموزه های اسلامی تمام آموزه هایی که در روی با. زندگی افراد تاثیر داره برای این است که بتونه اس، انسان را اصلاح بسازه و بتونه انسان را یک انسان با شخصیت و او بتونه با, اور با مو معنی واقعی از کشرف مخلوقات هستر به نمایش بگذاره یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه صبح و زندگی از اینکه بالای یکی از موضوعات خیلی مهم صحبت کردین وفا به عهد و پیمان به ویژه در ماه مبارک رمضان در آخر برنامه هم اگر گفتنی دارین بر مردم عزیز ما بفرمایید بدون شک موضوع بسیار اساس و خوبی بود و امیدوار هستیم که در تمام معاملات و تعاملاتی که انسان ها در روی زمین دارن این مسئله در نظر بگیرن چون اساسی ترین بخش و پربارترین بخشی که میتونه زندگی و روابط افراد ممکن بسازه و بهتر بتونه رونق بده این این مسائل اساسی است که در دین و آموزهای دینی بر او تاکید شده است ما هم چون در ماه مبارک رمضان قرار داریم در آخر برنامه با از خداوند بزرگ در قسمت قبولی و عبادت تمام عزیزان تمنا دارم که امید داریم تمام عبادت و اطاعت شما مورد قبول درگاه حق باشه و تشکر از شما همچنان سلامت از شما هم یک دنیا تشکر اوقات خوب خوش بختم از شما هم تشکر می کنم بیننده ای عزیز و مهربان از اینکه ما را تنها نگذاشتین و تا این لحظه بیننده برنامه خودتان صبح ها زندگی هستین فراموش نکنین که برنامه تا ساعت ده جریان می داشته باشه با بخش های جذاب که هنوز هم در برنامه داریم و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد اما قبل از همه در لحظات از برنامه هم بریم به طرف یک پارچه از آهنگ های تصوفی خیلی زیبا با آواز قنداغا سخی و رحیم سرود دوباره برمیگردیم با شما عزیزان خیلی تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین